سلام بر شما به بخش خبر تلویزیون ایران فردا خوش آمدید من فریبا شیرازی هستم سایت کانون مدافعان حقوق بشر خبر داده که نرگس محمدی سخنگو و نایب رئیس این کانون احضاری دریافت کرده که بر اساس آن می بایست 17 آبان ماه خود را به شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین معرفی کند خانم محمدی در سال 89 بازداشت و به 6 سال زندان محکوم شد. او چند ماه بعد به دلیل بیماری خود از زندان به مرخصی آمد اما مجددا در سال 91 بازداشت و این بار به زندان زنجان منتقل شد و مدتی بعد به دلیل بیماری مجددا به مرخصی آمد خانم محمدی در اردیبهشت سال جاری پس از ملاقات با کاترین نشتون مسئول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تهران حکم ممنوع خروجیش را دریافت کرد پس از آن چندین بار وی برای بازجویی به دادسرا احضار و اتهامات جدیدی علیه او مطرح شد هفته گذشته ویدیویی از خانم محمدی منتشر شد که بر سر مزار ستار بهشتی به نویس کشته شده در زندان سخنانی را در نقد و اعتراض به دادگاه ستار بهشتی ایراد کرد این رو باید در تاریخ نوشت در دادگاهی که شکنجگر اعتراف می کند آنقدر زدم تا زیر دست من مرد الله آیا تا کنون پرونده ای؟ با این سراحت برای اعمال جنایت دیده اید که شکنجگر خود اعتراف کند که آن زدم تا مرد و در پیش مادر این را بگویند آنها نمی فهمند مادر یعنی چه آنها از عشق مادرانه هیچ چیز نمی فهمند و نمیدانند با این مادر تا آخرین لحظه عمرش چه کردند؟ لحظه های شکنجه ستار توی پرونده درد شده و همه اون برای مادر قرار حمید ابو طالبی معاون دفتر سیاسی رئیس جمهوری ایران با اشاره به نتایج انتخابات میان دوره‌ای مجلس سنای آمریکا در توییتر خود نوشت موفقیت‌های اوباما در حوزه اقتصاد نتوانست برای او پیروزی سیاسی به ارمغان آورد آقای ابو طالبی انحصار تعاملات با ایران به موضوع هسته ای عدم موفقیت آمریکا در سرکوبی داعش و بیتفاوتی آمریکا در موضوع اوکراین را از جمله دلایل شکست دموکرات ها در این انتخابات دانسته است آقای ابو طالبی تاکید کرده هر دو حزب آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری 2016 به ایران احتیاج دارند با پیروزی جمهوری خان در انتخابات میان دوره مجلس سنای آمریکا احتمال می رود فشارهای این حزب بر باراک اوباما برای سختگیری بیشتر بر ایران افزایش یابد. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه و هادی آمری فرمانده سپاه بدر عراق در مراسم ازاداری امام سوم شیعیان که با حضور علی خامنه ای برگزار شد شرکت کردند. دو سایت رسمی مرتبط با دفتر آقای خامنه ای تصاویری از این مراسم را در حسینیه امام خمینی منتشر کرده که نشان می دهد فرمانده نیروی قدس سپاه نفر سوم در کنار رهبر است. حادی آمری فرمانده سپاه بدر عراق نیز در این تصاویر در کنار محمد باقر قالیباف دیده می شود. این تصاویر نشان می دهد دو فرمانده نیروی قدس و سپاه بدر عراق همزمان در ایران به سر می برند. نیروهای نظامی اصائب اهل الحق عراق برای نخستین بار در ایران در یک مراسم عمومی دیده شدند این نیروها به عنوان محافظان محمد طباطبایی جانشین دبیر کل این گروه 13 آبان ماه در مراسم عزاداری آشورا در هیئت رزمندگان اسلام شهر قم شرکت کردند بر اساس برخی گزارش ها تعدادی از اعضای این گروه شیعی در حال حاضر در پادگان های سپاه پاسداران مشغول آموزش نظامی هستند اصائب اهل حق که مجوز شرعی فعالیت نظامی خود را از محمود هاشمی شاهرودی دریافت کرده اعلام کرده است همه امریکایی ها را در عراق مورد حمله قرار خواهد داد این گروه در کنار سپاه بدر به یکی از مهمترین بازوهای نظامی جمهوری اسلامی در عراق تبدیل شده است باراک ما رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرد عدم توافق با ایران بر سر برنامه هسته ایش بهتر از یک توافق بد است جان وزیر امور خارجه آمریکا هم تاکید کرده به تمدید مذاکرات فکر نمی کند و دستیابی به توافق پس از ضرب سوم آذر بسیار دشوار خواهد بود جمهوری اسلامی و گروه پنج به علاوه یک تا سوم آذر ماه فرصت دارند تا به توافقی نهایی دست یابند با نزدیک شدن به مهلت دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای میان جمهوری اسلامی و قدرت‌های جهانی وزیر امور خارجه ای آمریکا تاکید کرد که به تمدید این مذاکرات فکر نمی کند و دستیابی به توافق پس از ضرب سوم آذر بسیار دشوار خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جانکری که برای دیدار با لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه به پاریس سفر کرده است، در یک کنفرانس خبری اظهار داشت به تمدید مذاکرات فکر نمی کنیم. ما در حال تلاش برای پایان مسئله هسته ای ایران هستیم و با این دید حرکت می کنیم. وی اظهار داشت که اگر قرار باشد مذاکرات پس از روز 24 نوامبر مطابق با سوم آذر ماه ادامه پیدا کند دستیابی به توافق میان تهران و گروه پنج به علاوه یک بسیار دشوار خواهد بود. وزیر امور خارجه آمریکا افزود اگر در این مهلت توافقی حاصل نشود مسئله بسیار پیچیده تر خواهد شد. آقای کری همچنین خاطر نشان ساخت که ایران حق دارد انرژی هسته تولید کند اما حق تولید و دستیابی به سلاح هسته را ندارد. به گفته او جمهوری اسلامی به سادگی می تواند ثابت کند که برنامه های هسته ایش است. قرار است که جانکری روزهای 18 و 19 آبان در مسقط پایتخت تخت عمان، با نمایندگان جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا مذاکره کند تا در آستانه گفتگوهای میان تهران و گروه پنج به علاوه یک اختلافات میان طرفین کم شود در همین حال رئیس جمهوری آمریکا هم بار دیگر تاکید کرد که عدم توافق با جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ایش بهتر از یک توافق بد است و مذاکرات سه تا چهار هفته آینده کلیدی خواهد بود. به گزارش خبرگزاری های رویترز و فرانسه باراک اوباما که در یک نشست خبری در کاخ سفید سخن می گفت با اشاره به مذاکرات اتمی قدرت های جهانی با جمهوری اسلامی گفت که هنوز مشخص نیست غرب بتواند با جمهوری اسلامی به توافق دست یابد اما آمریکا طرحی را به ایران پیشنهاد داده که بتواند نیاز خود به انرژی اتمی را برطرف کند به گفته او در سه چهار هفته آینده مشخص خواهد شد که آیا به دنبال توافق است یا نه و هرچه به سمت ضرب العجل می رویم مذاکرات کلیدی خواهد بود. آقای اوباما تاکید کرد که تهران به خاطر تحریم ها برای نخستین بار به صورت جدی و سازنده در حال مذاکره است. رئیس جمهوری آمریکا افزود عدم اعتماد میان جمهوری اسلامی و آمریکا مدت هاست بر روابط دو کشور سایه انداخته است. در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش داده که قرار است به زودی نتیجه تحقیقات آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هستی ایران منتشر شود. این خبرگزاری به نقل از برخی دیپلومات های غربی نوشته است. گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی نشان می دهد که پیشرفت چندانی در تحقیقات پیرامون فعالیت های مشکوک جمهوری اسلامی صورت نگرفته است و این امر می تواند در مذاکرات هستهی مانع ایجاد کند. رویترز می نویسد که گزارش فصلی آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنج شنبه یا جمعه همین هفته منتشر خواهد شد و در آن به احتمال زیاد بر عدم همکاری جمهوری اسلامی در فراهم کردن اطلاعاتی که دو ماه پیش قرار بود ارائه کند تاکید شده است در حالی که اعضای گروه پنج به علاوه یک خواهان کاهش چشمگیر ظرفیت قنیسازی اورانیوم توسط تهران هستند آژانس خواستار شفاف سازی پیرامون اپهام های برنامه هسته ایران است جمهوری اسلامی همواره ادعای کشورهای غربی مبنی بر تلاش برای ساخت سلاح اتمی را تکذیب کرده و آنها را بی اساس میداند با این حال کشورهای غربی تأکید می کنند که جمهوری اسلامی برای پایان دادن به نگرانی ها درباره برنامه هستهیش و نیز کاهش تحریم های اقتصادی خود باید با آژانس همکاری بیشتری داشته باشد. پس از انتخاب حسن روحانی به مقام ریاست جمهوری، جمهوری اسلامی وعده داده که با آژانس بین انرژی اتمی همکاری خواهد کرد. اما با این حال تا کنون نتوانسته است به وعدهش درباره ارائه اطلاعات مورد نیاز این آژانس در دو مورد مشخص و در مهلت تعیین شده یعنی تا 20 اوت 2014 عمل کند. خبرگزاری رویترز در ادامه می نویسد علا رغم این که از مدت ها پیش آشکار بود تحقیقات آژانس برای روشن کردن فعالیت های اتمی ایران تا قبل از آغاز مذاکرات ای به نتیجه نخواهد رسید با این حال مقامات کشورهای مذاکره کننده منتظر نشانه های امیدوار کننده ای بودند. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس هفته گذشته در واشنگتن گفت در حال حاضر به اقدامات مشخص و قاطع ایران برای حل موضوعات حل نشده احتیاج داریم. او همچنین افزود که پیشرفت های های جاری محدود بوده است. با این حال آقای آمانو تاکید کرد که برای تحرک عمده در این زمینه باید منتظر نتیجه مذاکرات ایران و قدرت های جهانی بود. او گفت حالا زمان مناسبی برای پیشرفت های سریع نیست. کارشناسان غربی میگویند جمهوری اسلامی در صورتی که اراده کند در حال حاضر توانایی ساختن بمب اتمی طی چند ماه را دارد. یالات متحده آمریکا میگوید میخواهد این زمان را به یک سال افزایش دهد. جان کری وزیر خارجه آمریکا با لوران فابیوس همتای فرانسوی خود روز چهارشنبه در پاریس دیدار کرد به دو طرف درباره پرونده هسته جمهوری اسلامی رایزنی کردند محمد رضا شاهید خبرنگار ما در پاریس و جزئیات بیشتر روز گذشته بار دیگر آقایان جان کری و لوران فابیوس وزرای خارجه آمریکا و فرانسه ملاقاتی در تالار وزارت خارجه داشتند و همینطور کنفرانس مطبوعاتی در پایان آن دیروز بعد از انجام این دیدار آقای لوران فابیوس گفت که بار دیگر دوست و همکارم رو جان کری اینجا در وزارت خارجه ملاقات و گفتگو کردم بر سر موضوعات گوناگونی که بعضیاش ساده نبود البته امریکا و فرانسه موضوع مشترکی دارن و همینطور نگاه و حساسیت هایی که این موضوعات برای اونها داره آقای لوران فابیوس گفت که ما درباره عراق و سوریه صحبت کردیم میدونید که در مورد سوریه و عراق ما موضع مشترکی داریم از جمله برای مبارزه با داعش اینکه امروز چه باید بکنیم و اینکه در آینده چه باید انجام بدهیم آقای فابیوس گفت که ما در مورد پرونده هسته ای ایران هم مدت طولانی صحبت کردیم مذاکرات مهلتش برای 24 نوامبر تعیین شده مذاکرات آسان نیست اما فرانسه و امریکا در چارچوب پنج به علاوه یک در این مذاکرات حضور دارند آقای فابیوس تکرار کرد که ایران حق مسلم استفاده از انرژی سولامیز اتمی رو دارد اما بمب اتم نه و در تمام این مذاکرات و گفتگوها در طول این سالها بر این اساس و پایه دنبال می شود آقای فابیوس همطور اضافه کرد که ما در مورد لبنان هم صحبت کردیم البته لبنان در وضعیتی که می دونیم اسرائیل و فلسطین دارند آقای فابیوس همینطور اضافه کرد که موضوعات مشترک گفتگو شده در ساعتهایی که گذشته و همینطور در گذشته دور تماما به این موضوعاتی است که آقای جانکری و فابیوس در این دیدار هم درباره اش صحبت کردند اما آقای جانکری نیز موضوعات مشابهی رو گفت ایران حق دارد یک برنامه سلحامیز داشته باشد اما نباید به دنبال ساختن بمب باشد به عقیده ما ثابت کردن آن دشوار نیست و اگر تهران واقعا می‌خواهد ثابت کند که برنامه هستیجش صلحآمیز است الان وقت آن است آنچه که مسلم است از ای که سه وزیر خارجه فرانسه، بریتانیا، آلمان آقای دومینیک دو ویلپن به تهران رفتند و توافقهای رو امضا کردند پنج به و یک میگوید که این توافقها و این تعهدهای جمهوری اسلامی ایران بهش وفادار نبوده در نچه بار دیگر پرونده به همون دلایل مطرح است پاریس تلویزیون ایران فردا گروهی از نظامیان بریتانیایی به زودی راهی عراق خواهند شد تا ارتش آن کشور را در نبرد برابر گروه داعش یاری دهند. مایکل فالون وزیر دفاع بریتانیا با اعلام این خبر گفته است افسران بریتانیایی تا چند هفته آینده به عراق وارد می شوند اما ماموریت آنها تنها آموزشی است دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا پیشتر وعده داده بود هیچ نیرویی را برای درگیر شدن در نبرد به طور مستقیم به عراق اعزام نکند پیشتر نیز گروه کوچکی از افسران بریتانیایی برای آموزش نیروهای پیشمرگه به اربیل در مرکز اقلیم کردستان عراق رفته بودند دستکم 37 کودک بر اثر پرتاب خمپاره به یک مدرسه در شهرک قابون در سوریه کشته شدند. قابون در کنترل نیروهای مخالف دولت سوریه است. همزمان کردها در کوبانی در عقب راندن تروریست های داعش به پیروزی دست یافتند. به گزارش رویترز دستکم ۳۷ 37 کودک بر اثر اصابت سه گلوله خمپاره به مدرسه حیا در ناحیه قابون واقع در شمال شرقی دمشق کشته شدند این منطقه تحت کنترل مخالفان دولت سوریه قرار دارد این خبر را امار حسن یکی از کنشگران محلی و رامی عبدالرحمن از فعالان حقوق بشر و مخالفان دولت سوریه در بریتانیا تایید کردند هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است مخالفان بشار اسد و فعالان حقوق بشر اما دولت این کشور را در این زمینه متهم کردند. نیروهای دولت و مخالفان آنان در ناحیه قابون در حوالی دمشق با هم توافق آتش بس کرده بودند اما بر اساس این گزارش تاکنون چندین بار این توافق زیر پا گذاشته شده است. هزاران شهروند سوری که از شهرهای دیگر گریختند در این شهرک سکنا گزیدند. در جنگ داخلی سوریه که از بهار سال 2011 میلادی آغاز شده تا کنون حدود 200 هزار نفر کشته شدند. در رویدادی دیگر هم ورود پیشمرگاه های کرد به شهر کوبانی در شمال سوریه تأثیر خود را نشان می دهد. کردها توانستند توریست های دولت خلافت اسلامی را از بخشای وسیعی از این شهر بیرون برانند. خبرگزاری ها به نقل از ادریس نسان سخنگوی کردها در کوبانی نوشتند که یگان مدافع خلق یه پگه و متحدان آنان توانستند سه منطقه کوچک را که در کنترل نیروهای تروریستی دولت اسلامی بودند از تصرف آنان خارج کنند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه با استناد به گفته شاهدان عینی خبر مربوط به موفقیت نیروهای کرد در بخش غربی شهر کوبانی را تایید کرد. نسان گفت که آتش توبخانه پیش مرگها باعث شده که راه نیروهایی که میخواهند به شبه نظامیان دولت اسلامی به پیوندند بسته شود. هفته هاست که این گروه توریسی میکوشد شهر کوبانی را تصرف کند. در پایان هفته گذشته حدود 150 پیش مرگه کرد از اقلیم خودگردان کردستان در شمال عراق با سلاحهای سنگین وارد کوبانی شدند تا از مدافعان این شهر در جنگ علیه دولت اسلامی پشتیبانی کنند. همچنین آمریکا و متحدان عرب آنها چندیر بار موازه این گروه تروریستی را در کوبانی و اطراف این شهر بمباران کردند. به گفته انور مسلم رئیس دولت محلی کوبانی در حال حاضر سی درصد کوبانی در کنترل مدافعان این شهر است مسلم درخواست کرده است که حمایت بینالمللی در جنگ علیه توریس های دولت اسلامی ادامه یابد و در رویداد دیگر هم گروه توریسی داعش خلیفه خودخوانده این گروه را برکنار کرد به گزارش پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی الفرات سخنگوی داعش در پی انتشار خبرهایی درباره فرار ابو بکر البغدادی سرکرده این گروه بر کناری او را اعلام کرد ابو محمد العدنانی سخنگوی داعش در نوار صوتی که در پایگاه های انترنتی منتشر شده است بر کناری ابو بکر البغدادی بر اساس تصمیم مجلس مشورتی دولت اسلامی اعلام کرد الادنانی گفت مجلس شورای دولت اسلامی تصمیم گرفت یک خلیفه سعودی را جایگزین ابو بکر البغدادی بکند سخنگوی داعش نام خلیفه جدید این گروه را اعلام نکرد و افزود هر کسی در یاری رساندن به مؤمنان کوتاهی کند و از میدان جنگ فرار کند خلیفه نیست و بیعتی برگردن مجاهدان ندارد به خاطر نشان کرد ما بر اساس مقتضیات ضروری شرعی برای یاری رساندن به دین حنیف اسلام با امیر جدید به عنوان خلیفه مسلمانان بیعت کردیم و نام او بعدا اعلام خواهد شد ابو محمد العدنانی بیعت با خلیفه جدید را امر بزرگ و امانت سنگین توصیف کرد منابع ترکیه نزدیک به گروه داعش تایید کردند جمعه عباد البدری برادر ابو بکر البغدادی و علی الحمدونی دبیر داعش از اوایل این ماه ناپدید شده بودند به گفته این منابع ابو بکر البغدادی با همکاری چند بازرگان از کشورهای هاشه خلیج فارس 300 میلیون دلار را برای سرمایه گذاری به خارج قاچاق کرده بود این منابع تاکید کردند البدری و الحمدونی به همراه حدود 20 میلیون دلار از اوایل ماه نوامبر ناپدید شدند گروه حماس مسئولیت حمله با خودرو به آبران در بیت المقدس را به عهده گرفت. روز چهارشنبه یک راننده عرب خودروی خود را به سوی مأموران اسرائیلی گارد مرزی راند که موجب کشته شدن یک نفر و زخمی شدن دوازده تن دیگر شد. مأموران پلیس اسرائیل این مرد را به ضرب گلوله از پای درآوردند. پلیس این رویداد را حمله تروریستی خوانده است. درگیری ها و تیراندازی های شبانه روز اخیر در شرق اوکراین منجر به کشته شدن و زخمی شدن 24 تن شد. در جریان این تیراندازی ها در استان های دونسک و لوهانسک نه غیر نظامی و یک شبه نظامی مجروح شدند. شورای شهر دونسک نیز اعلام کرد بر اثر اصابت گلوله توپ به یک آموزشگاه ورزشی در این شهر دو نفر کشته و سه تن نیز مجروح شدند. درگیری ها میان نیروهای دولتی و شورشیان استقلال طلب از اواسط ماه آوریل تا کنون به کشته شدن بیش از چهار هزار نفر و زخمی شدن بیش از 9300 نفر منجر شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اعلام کرده کشورش برنامه مقابله با تحریم های نظامی تنظیم کرده است. به گزارش دفتر مطبوعاتی کاخ کرملین، پوتین در جلسه کمیسیون همکاری های فنی نظامی روسیه گفته است روسیه میتواند عواقب تحریم های فنی نظامی علیه خود را برطرف کرده و موقعیت نظامیش را در عرصه جهانی تحکیم بخشد. آمریکا و متحدانش به دلیل اقدامات روسیه در مسئله اوکراین مسکو را تحریم کردند. نمایندگان پارلمان لبنان با اکثریت آرا دوره فعالیت این نهاد را تا ماه جوان سال 2017 تمدید کردند. این دومین بار است که پارلمان لبنان به دلایل امنیتی و بدتر شدن امنیت کشور انتخابات سراسری را به تعویق می اندازد. با این تصمیم مدت فعالیت این دوره پارلمان به هشت سال یعنی دو برابر دوره معمول آن خواهد رسید. مخالفان با تجمع در مقابل پارلمان این کشور نمایندگان مجلس را دوست خطاب کردند. در پی استعفای میشل سلیمان از مقام ریاست جمهوری در مهمه لبنان بدون رئیس جمهوری بوده است. رئیس جمهوری این کشور از میان مسیحیان انتخاب می شود. مقامات پارلمانی حزب عدالت و توسعه میگویند دولت ترکیه نقشه راه مربوط به مذاکرات صلح با پکاکا را تدوین کرده و ادامه این روند با توجه به درخواست‌های مردم صورت خواهد گرفت. مجسان بختیاری خبرنگار ما در ترکیه و جزئیات بیشتر خانم او یاراناد، نماینده شهر دیاربه که از حزب عدالت و توسعه در پارلمان ترکیه روز گذشته مصاحبه ای رو با رادیو دولتی ترکیه پیرامون مذاکرات صلح با پیکاکا داشت و با توجه به شرایط اخیر روند مذاکرات رو امید بخش ارزیابی کرد نماینده شهر دیاروی گفت ما با ارائه یک لایه پنج ای به پارلمان این موضوع رو در پارلمان بررسی کردیم و به تصویب رساندیم. او گفت که نقشه راه آینده طی روزهای پیش رو توسط دولت مشخص خواهد شد و ما این روند رو ادامه خواهیم داد. او همینطور گفت که مردم از روز نخست از این طرح حمایت کردن و هیچ کسی راضی به کشته شدن فرزندانش نیست. همه مردم یک صدا گفتن کار رو تمام کنید دیگر نمیخوایم اشک بریزیم. جدا از صحبت های خانم اورانا دیگر اعضای ارشد این حزب که هم نهاد ریاست جمهوری و هم دولت و هم پارلمان رو در اختیار دارند طی روزهای اخیر به صورت مکرر از ادامه مسیر مذاکرات صلح سخن گفتن از آن سو هم از پیام های آقای اوجالان این استنباط رو میشه داشت که به صورت نسبی امیدوار به ادامه مذاکرات هرچند در این بین به حال کم و بیش طرفین انتقاداتی رو از هم مطرح میکنن اما شاید هم این میل نسبی که در رده های بالای طرفین دیده میشه چندان در سطوح میانی رهبران و اعضای دو گروه وجود نداره هم در ترکیه و هم در میان اعضای پکاکا احتمالا هستن افراد یا نگرشی که چندان موافق یا خوشبین به ادامه مذاکرات نیست و هر از چندی اتفاقاتی ادامه مسیر رو با ابهام مواجه میکنه در این ارتباط به این موضوع هم اشاره بکنم که دو روز پیش مراد کارایلان فرمانده نظامی پکاکا هم خبر از تحولات مهمی طی روزهای آتی داده بود او گفت که تحولات روزهای آینده بسیار مهم است و با توجه به آخرین موضع گیری ترکیه اونها نیز موضع خودشون رو مشخص خواهند کرد همینطور جمیل بایک رئیس ستاد مشترک پکاکا در مصاحبه با یک روزنامه ابتشی گفته که ما خواهان جنگ با ترکیه و بازگشت به روزهای قبل نیستیم اما فرایند صلح یک فرایند شکننده هستش اما در خبری دیگه مربوط به ترکیه در پی سفر ابراهیم جعفری وزیر خارجه عراق به ترکیه یک توافقنامه نامه مهم میان دو کشور به امضا رسیده که بر اساس اون از این پس روادید میان ترکیه و عراق حذف خواهد شد این توافقنامه در پی سفر روز چهارشنبه آقای جعفری به ترکیه به امضای وزرای خارجه دو کشور رسیده دو نماینده مجلس شورای اسلامی طرحی ارائه کردند که در صورت تصویب گرداندن سگ و میمون در اماکن عمومی معامله و نگهداری این حیوانات در خانه مجازات 74 ضرب شلاق و جریمه نقدی از یک تا ده میلیون تومان خواهد داشت بر اساس این طرح حیوانات ضبط شده به باقه وحش جنگل یا بیابان منتقل می شوند و تا پایان انتقال تمام هزینه های نگهداری بر عهده صاحب آنها خواهد بود سازمان حفاظت محیط زیست و شورای شهر تهران از افزایش فوقالعاده استفاده از ظروف یکبار مصرف پلاستیکی توسط هیئت‌های ازاداری ابراز نگرانی کرده و آن را برای سلامتی و محیط زیست مضر می‌داند. مصرف حجم زیادی از پلاستیک به معضلی برای سلامت مردم و محیط زیست در ایران تبدیل شده است. آمارها نشان می میزان مصرف ظروف پلاستیکی در ماهای محرم و سفر سی درصد افزایش می ظروف یک بار مصرف از جنس پلی استایرن توانایی تحمل دمای بالاتر از 65 درجه را ندارد و ریختن مواد غذایی بسیار داغ در آنها عوارض و خطرات زیادی برای سلامتی مصرف کنندگان دارد. رحمت الله حافظی عضو شورای شهر تهران در تذکری به محمد باقر قالیباف شهردار تهران به واگذاری زمین 500 میلیارد تومانی بوستان مادر به پیمانکار پروژه صدر اعتراض کرده و گفته این واگذاری بالاتر از سقف اختیارات معاملات شهردار تهران بوده است و گفته سقف اختیارات معاملات شهرداری 50 میلیارد تومان است اما بر, بر اساس اطلاعات موجود ارزش این زمین 500 میلیارد تومان است این نخستین بار نیست که محمد باقر قالیباف به دلیل قراردادهای میلیاردی در شهرداری تهران از سوی شورای شهر تهران تذکر میگیرد پیشتر در تیر ماه سال جاری نیز تعدادی از اعضای این شورا به آقای قالیباف بابت تفاهم نامی 20 هزار میلیارد تومانی با سپاه اعتراض کردند یک عضو حض... هیئت ازامی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به اسفان با اشاره به تحقیقات این هیئت گفته است بر اساس برداشت اولیه عامل اسید پاشی ها در این شهر تنها یک نفر بوده و وی به زودی و راحت دستگیر می شود. مقامات جمهوری اسلامی اسید پاشی های اخیر در اسفان را توطعه می دانند و به نظر می رسد این دستگیری نیست در راستای این پروژه باشد. عوض هیدرپور در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی گفته است طبق تحقیقات به عمل آمده دو فرضیه درباره عامل حادثه اسید پاشی مطرح شده است نخست اینکه این فرد یک بیمار روانی بوده و یا اینکه فرد اسید پاش با هوشیاری و علم به جرم این اقدامات را انجام داده است و افزوده است بر اساس برداشت اولیه عامل بروز این حادثه تنها یک نفر بوده و ادعای سازمان یافته بودن این حوادث اشتباه است با وجود عدم بازداشت عامل یا عوامل اسیدپاشی در اصفهان برخی مقامات جمهوری اسلامی در هفته های گذشته با قاطعیت فرضیه سازماندهی بودن اسیدپاشی های اصفهان را رد کرده و تاکید کردند این اقدامات توسط یک نفر انجام شده است محمد حسن ابو ترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز دهم آبانماه آبان ماه گفته بود بررسی ها نشان می دهد اسید در اصفهان یک اقدام سازمانیافته تیمی نبوده و از سوی فردی که ضدیت و معاندت با نظام اسلامی و ارزش های اسلامی داشته انجام گرفته است. حسین زلفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور نیز سیوم مهرماه گفته بود اسید های اسفهان توسط یک نفر انجام شده و به هیچ عنوان سازمان یافته و گروهی نبوده است سخنان مقامات جمهوری اسلامی در حالی بیان شده که ناصر جورکش پدر سایلا جورکش از قربانیان اسید پاشی های اسفان در گفتگو با هفته تماشاگران که سوم آبان ماه منتشر شد با اشاره به دو حادثه اسید گفته است اسید پاشان دو موتور سوار بودند و یک پیکان سفید رنگ نیز به نوعی حالت مراقبت از آنان را بر عهده داشته است. عوض هیدرپور در ادامه سخنان خود تصریح کرده خوشبختانه سر بسیار خوبی از روی دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی به دست آمده و برداشت ما از این مدارک و شواهد این است که فرد خاطی به زودی و براحتی دستگیر شود. به گفته آقای هیدرپور گزارش هیئت ازامی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران به اصفهان در نشست روز یکشنبه 18 آبان این کمیسیون قرائت می شود. نماینده شهرزا در مجلس شورای اسلامی همچنین گفته است فضای عمومی شهر اصفهان به حالت عادی خود بازگشته است. حسین طلا نماینده تهران در مجلس نیز روز چهارشنبه گفته هیچ کدام از اسیدپاشه های اصفهان مربوط به امر به معروف و نهی منکر نبوده و به مسائل عشقی، کاری و شخصی افراد برمیگردد. وی مرتبط دانستن اسیدپاشه های اصفهان با امر به معروف و نهی منکر را زمینه سازی برای انتخابات آینده مجلس دانست. در هفته گذشته تعدادی از مسئولان ایران نسبت به نحوه انعکاس اخبار اسیدپاشی در رسانهای ایران و همچنین مرتبط دانستن این حوادث با امر به معروف و نهی از منکر انتقاد کردند احمد رضا رادان رئیس مرکز مطالعات راهبردی نیروی انتظامی روز 11 همه آبان ماه گفته بود بزرگ نمایی بیش از حد اسید پاشی های اصفهان بدتر از قضیه اسیدپاشی بوده و مورد سوء استفاده دشمنان قرار گرفته است صادق آمولی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران نیز چهارم آبان ما ضمن انتقاد از مرتبط دانستن اسید پاشی های اسفان با امر به معروف گفته بود برای برخی از رسانه های داخلی متاسفم که این کار را انجام میدند. همچنین برخی از ائمه جمعه در ایران اسید پاشی ها را توطعی دشمن برای تخریب طرح حمایت از آمران به معروف و نهیان از منکر خانده و خواستار مجازات آملان اسید پاشی ها و همچنین رسانه هایی شده بودند که اسید پاشی ها را به طرح امر به معروف و نهی از منکر نسبت دادند. سردرگامی مقامات امنیتی ایران در پرونده اسید پاشی به زنان همچنان ادامه دارد. هفتم آبان ماه برخی رسانه ها در ایران عکس جعلی یک مرد با کراوات را منتشر و او را عامل اسید پاشی معرفی کردند. سپس معلوم شد که عکس منتشر شده عکس یک استاد دانشگاه است. پس از آن خبرگزاری فارس از بازداشت چند ضد انقلاب در اسفان خبر داد. معید حسینی صدر عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی دولت محمود احمدی نژاد را متهم کرده که 400 میلیون دلار برای وارد کردن قطعات هواپیمای مسافربری به یک فرد اعتبار داده اما این قطعات هیچگاه به کشور وارد نشده است به گفته مستندات این تخلف و نام این افراد را در اختیار دارد آقای حسینی صدر در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته موارد زیادی در دولت گذشته وجود داشته است که افراد از دولت اعتبار گرفتند تا فلان کالا را وارد کنند اما به بهانه تحریم از وارد کردن کالاها خودداری کردند این نماینده مجلس روز سیوم مهرمانیز نیز از پیگیری وضعیت یک دکل نفتی به قیمت 87 میلیون دلار توسط کمیسیون صنایع مجلس خبر داده بود هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه میگوید در زندانهای جمهوری اسلامی به زندانیان خدمات انسان دوستانه بسیاری ارائه می شود که در بسیاری از کشورهای جهان وجود ندارد و این افراد حتی پس از آزادی هم می توانند از این خدمات استفاده کنند هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضایی از جمله افرادی که همراه با هیئت حقوقی ایرانی به ژنو سفر کرده مدعی شده در زندانهای جمهوری اسلامی خدماتی به زندانیان ارائه می شود که در بسیاری کشورهای جهان وجود ندارد. وی گفته زندانیان در ایران از انواع خدمات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی بهرهمند بوده می توانند تا اخذ مدرک دانشگاهی ادامه تحصیل دهند و عضو تیمهای ورزشی 31 باشگاه شوند. معاون فرهنگی قوه قضایی همچنین مدعی شده زندانیان ایرانی می توانند در مسابقات ملی و حتی جهانی شرکت کنند. وی همچنین مدعی شده زندانیان در ایران پس از آزادی هم از خدمات بسیاری بهرهمند میشوند و اینها تنها بخشی از فعالیت های انسان دوستانه جمهوری اسلامی ایران در زندان هاست صادقی در عین حال اظهار کرده در ایران تفتیش عقاید و شکنجه ممنوع است و افرادی که بازداشت شدگان و زندانی ها را شکنجه کنند مجازات می شوند. اظهارات وی در حالی بیان شده که دادخواهی مادر ستار بهشتی جوانی که زیر شکنجه جان باخته بعد از دو سال هنوز به فرجامی نرسیده است. معاون فرهنگی قوه قضایی همچنین گفته در جمهوری اسلامی دستگیری افراد بدون مجوز قانونی ممنوع است و ظرف 24 ساعت به اتهام بازداشت شدگان در دادگاه صالح قضایی رسیدگی می شود. این ادعاها در شرایطی بیان شده که بسیاری از زندانیان سیاسی و غیر سیاسی در ایران از ابتدایی ترین حقوق انسانی محروم بوده در بلا تکلیفی به سر میبرند و بدون رعایت اصول قانون اساسی محاکمه شدند. با این گزارش به پایان این مجموعه خبری می رسیم ممنونم که با ما همراه بودید. شب روز شما خوش.